محمد جواد لاریجانی برادر بزرگتر لاریجانی ها مدت هاست رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی است امروز به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران حمله کرده و گفته او هنرپیشه قبل و دشمن ایران است لاریجانی گفته ایران با حضور گزارشگر سازمان ملل موافق است اما نگفته چرا تا کنون به احمد شهید اجازه حضور در ایران داده نشده است دو سال است که جمهوری اسلامی ایران با حضور احمد شهید مخالفت می کند. همین دیروز احمد شهید از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران گفته. تازه ترین پرونده که حقوق بشر پرونده ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس است. او از سوی پلیس سایبری ایران بازداشت شد و چهار روز بعد به طرز مشکوکی فوت کرد. کشترش بره من کفنش خونی بود، سرش خونی بود، محمد جواد لاریجانی امروز گفته حادثه کهریزک و مرگ ستاره بهشتی تاسف آورند اما نگفته به رغم گذشت سه سال از مرگ حداقل چهار معترض به انتخابات در بازداشتگاه کهریزک قوه قضایی چه کرده خانواده قربانیان کهریزک به نحوه رسیدگی به شکایتشان اعتراض دارند برخی میگویند اگر با متهمان پرونده کهریزک برخورد درستی شده بود هرگز ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فوت نمیکرد سعید مرتزوی اصلی ترین متهم پرونده کهریزک این روزها رئیس سازمان تامین اجتماعی ایران است و به تازگی همسرش را به سمت مدیر کل آموزش و پرورش این سازمان منصوب کرده محمد جواد لاریجانی در نشست خبری امروز به وضعیت نسرین ستوده هم اشاره کرد و گفت حال او خوب است نسرین ستوده وکیل دادگستری مدت ها زندانی است و در اعتراض به وضعیتش بیش از چهل روزا در اعتصاب غذا گذرانده. این عکس از تجمع جمعی از وکلای هلند است در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لاهه برای حمایت از نسرین ستوده همکار ایرانیشان. از سوی یک مؤسسه غیر دولتی هلندی به نام وکلا برای وکلا سازماندهی شده در این تجمع تجمع کنندگان که با لباس فرم وکالت در به حضور داشتن تلاش کردن تا قطعامه خودشون به مقامات سفارت ایران تحویل بدن تا کنون دولت ایران مکانش رسمی به این موضوع نشون نداره همچنین امروز ادعا کرده هیچ فردی در ایران بدون دستور قاضی دستگیر و بدون حکم دادگاه مجازات نمی شود. تنها دو نمونه خلاف ادعای او سعید مدنی فعال سیاسی از دیماه گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات است و یا مهدی خزعلی که حتی معلوم نیست توسط چه نهادی بازداشت شده است آرش سیگارچی صدای آمریکا